هموطنان و بیندگان بسیار محترم، اولتر از همه ما سلام و احترامات خود به شما تقدیم میکنم. امید است در هر جای که هستین خوش باشین، با صحت و عافیت باشین و امید است که در وطن عزیزمم افغانستان یک صلح دائمی برقرار شود. ما دکتر سیما متخصص امراض داخلی اومیستم و خوشحال هستم که با وسیله ای پروگرام تعلیمی طبی مستر خدمت با شما مردم نجیب، شریف و رنجیده خود میشم. موضوع ای پروگرام ماست کمخونی ها یا انیمیا. برای از ایکی را بفهمیم باز مثل سابق میریم که گروپ های خون را میبینیم، بعد از او که خون از کجا در وجود ما تولید میشه، کمخونی چی است، علتش چیست، با کدام علائم تبارز میکنه، چطور تشخیص میشه و چطور تداوی. اول میریم با گروپ های خون. یا ما از گروپ های خون ما که ما 4 رقم گروپ خون داریم، A, B, A, B و O. اصلاً اصلش A, A, B, B, A, B و O است که به آسانی کار ما ایره A, B, A, B و O میگیم. گروپ های خون ما از نظر ژنتیک تعیین میشه که یک الیل از مادر میه، یک الیل از پدر میه و در نتیجه جنوتایپ طفل میسازه. به طور مثال اگه خون مادر بی باشه، خون پدر بی باشه، همی اولاد ما بی بی و با آسانی کار ما میگم گروپ خونش بیست. در پالوی این گروپ های خون A, B و A, B و O ما یک فاکتور دیگه داریم به نام RH فاکتور که یا مثبت است یا منفی. زیادترین خون ما O RH پازیتیف است که 37% است، بعد از او A RH پازیتیف که 34% است. اگر ما بخواییم خون یک انسان به یک انسان دیگه انتقال بدیم، باید خونا با هم توافق داشته باشن، تطابق کنن. اگر نه چی میشه؟ خون وجود انسان یک عکس العمل شدید نشان میده که حتی سبب مرگ انسان ها میشه. هر گروپ هم گروپ خود خون گرفته میتونه یا خون داده میتونه، اما گروپ O RH نگتف با تمام گروپ ها خون داده میتونه که را دهنده عمومی میگن یا جنرال دونر، و گروپ A, B, RH پازیتیف از تمام گروپ ها خون گرفته میتونه که را میگن گیرنده عمومی. حالا ما شما گروپ های خون دیدیم، بیاین که در این تصاویر دیگه ترکیب خونم با هم یک جای ببینیم. خون ما از دو قسمت ساخته شده، یک قسمت مایع به نام پلازما و یک قسمت دیگه قسمت جامد است که ساخته شده از کرویات سفید خون، پلیتلتس و کرویات سرخ خون. اگر خون انسان ها را ما بگیریم به این شکل معلوم میشه، اگر در ماشین سنتریفیوژ ایره به سرعت ما چرخ بتیم، قسمت مایع در بالا میه که به نام پلازما میگن و قسمت کرویات سرخ خون در قسمت پایین قرار میگیره و کرویات سفید خون و پلیتلت در قسمت مرکز. همین پلازما یک مایع شفاف زرد رنگ است که در این پروتین ها وجود داره، آلبومین و گلوبین، و فاکتورهایی که خون علقه میکنه انتیبادی ها و در پلوی ازام الکترولایتس یا سودیم، پتاسیم، کلسیم، و همین قسمت خون است که ویتامین ها و هورمون ها رو به تمام انساج و اعضای ما میرسانه. شاید شما از ما پرسان کنین که همی خون در وجود ما از کجا پیدا میشه؟ خون از مغز استخوان پیدا میشه، یعنی تمام مغز استخوانای ما بر ما خون میسازن. که بیاییم که همی چارتای دیگر رو با هم مشاهده کنیم. یام از یک اسکلیت انسان ها که همی مغز استخوان ها خون انسان می سازن. به این که یکی امی از استخوان‌ها رو با هم مرور کنیم. این استخوان فیمر است. اگر ما سرش را جدا کنیم به این شکل است. یک قشر داره، یک قسمت سفنجی داره که در مابین قسمت سفنجی مغز استخوان یا هرام مغز وجود داره که خون انسان‌ها رو می سازن.
ای عکس عین چیز به شما تشریح میده. تحقیقات نشان داده که دینمی مغز استخوان‌ها حجراتی وجود داره به نام حجرات مادری که استم سل میگن. یام از یک عکس استم سل در مغز استخوان در زیر میکروسکوپ که ما میگیم مادر تمام حجرات. همی استم سل از خود کدام یک تخصص ندارن، همی استم سل میتونه حجرات مادری رو بسازه یا میتونه که حجرات تخصصی رو بسازه که در این قسمت یک حجره عصبی رو ساخته، یک کروی سپید خون ساخته و یک کروی سرخ خون ساخته. تحقیقات نشان داده که در این مغز استخوان ما حجرات مادری وجود داره به نام پلوری پتانشل. چی ما نامیده؟ یعنی حجرات هستن که قدرت دارن که حجرات مختلف به وجود بیارن. یکی از این حجرات مادری نامش از هماتو پویتک استمسل. چی ما نامیده؟ یعنی حجرات مادری که خونه می سازن. مثلا در اینجا نشان داده که کرویات سرخ خونه، کرویات سفید خونه و پلیتلت ساخته. و حجره مادری دیگه به نام استرومل سل استمسل یاد میکنن که دیگه حجرات وجود ما را می سازن. چون پروگرام ما موضوع خون است، بیاین که همی حجرات مادری که خون می سازه ببینیم. در اینجا ما با شما حجرات مادری که خون می سازه اینجا به شکل یک مادر نشان دادیم که سه اولاد داره. اولاد اولش که کرویات سفید خون می سازن که بارد از وایت بلاد سلز یا عساکر وجود هستن. اولاد دوم که کرویات سرخ خون می سازن که اکسیژن به انساج می رسانه و اولاد سوم که پلیتلت است که خونریزی را توقف می ده. البته این را ما به شما تهیه کردیم، بیاین که حاصلش را ببینیم. یام از امو حجره مادری که خونه می سازن، این حجره مادری هماتوپویتیک استمسل که اولاد اولش که پنج فرقه اسکری را می سازه کرویات سفید خونه، اولاد دوم کروی سرخ خون و اولاد سیوم عبارتند از پلیتلت است. یا ماست اولاد اول که کرویات سفید خون یا وایت بلاد سلز پنج فرقه مختلف عسکری که دو فرقه عسکری را فاگوسیت میگن که چی ما نامیده؟ فاگو یعنی قرد کدن، بله کدن، سیت حجره که میکروبا را بله میکنه. یا ماست لیمفوسیت که انواع مختلف داره، بی و تی که نوع لنفوسیت های بی انتیبادی می سازه. یا هم از اولاد دوم که کرویات سرخ خون است که شما در اینجا می بینین یا رد بلد سالز. اگر ما کرویات سرخ خون رو ببینیم یکیش رو بگیریم، یعنی بر رقم دسک است، یک قسمت فرو رفتگی داره و یک خاصیت داره که این حجره سفت نیست، یعنی میتونه تغییر شکل بده تا بتونه از شراین خرد بزرگ عبور کنه. یا هم از اولاد سیوم پلیتلتس که سبب توقف خونریزی ها میشه، در اینجا برتان نشان دادیم و در اینجا نشان داده شده که خونریزی صورت گرفته، این حجرات با هم جمع شدن تا خونریزی را توقف بدن. چون موضوع پروگرام ما است کرویات کمخونی ها، به این که امی کرویات سرخ خونه زیادتر مشرتر ببینیم. یا هم از نشونمای کرویات سرخ خون در اینجا اگه ببینین این قسمت مغز استخوان یا هم سرکولیشن یا جریان خون، همو حجرات مادری رو که ما به شما گفته بودم کرویات سرخ خونه می سازن. یک هورمون از گرده ترشح میکنه به نام اریتروپویتین که تنبیه میکنه مغز استخوانه تا کرویات سرخ خونه بسازه. آهن در این نصب میشه و بالاخره این کرویات سرخ خون در جریان خون داخل میشه که نمی نشر نمای کرویات سرخ خون تا از وقتی که از مغز استخوان تولید میشه و داخل سرکولیشن یا جریان خون میشه تقریبا 25 روز میگیره. یا ماست کرویات سرخ خونه که ما به شما نشان دادیم،
در این قسمت ما نشان دادیم که کرویات سرخ خون در مابین شریان است. همین کرویات سرخ خون حاوی یک پروتین است به نام هیموگلوبین که ما اینجا مولکول هیموگلوبین به شما نشان دادیم. در این تصویر ما کرویات سرخ خون نشان دادیم برتان، گفتم شکل یک دسک داره، مرکزش فرو رفتگی داره. این همی کرویات سرخ خون حاوی یک پروتین است به نام هیموگلوبین که این هیموگلوبین از آهن بسیار غنی است، از همی خاطر رنگش سرخ است و ای از 4 زنجیر گلوبین تشکیل شده، 2 دانه الفا و 2 دانه بیتا که این همی را میگن هیموگلوبین A که هیموگلوبین A هیموگلوبین نرمال است که 96 تا 97 فیصد هیموگلوبین انسان ها را تشکیل میده. آناتومی کرویات سرخ خون ما و شما با هم دیدیم. میریم به فیزیولوژی که وظیفه کرویات سرخ خون چی است. کرویات سرخ خون اکسیژن به انساج میرسانه که امیرم ما به شما به تصاویر نشان میتم. یا ماس سیستم کاردیوواسکولار قلبی اویوی که خون ناپاک از تمام اعضا میره به طرف راست قلب، از اونجا میره به ششا، خون در اونجا اکسیژن میگیره و اکسیژنیتد میشه یعنی خون صاف میشه، پس میره به طرف چپ قلب و خون صاف به تمام وجود ما جریان میکنه. در این قسمت ما کرویه سرخ خون نشان دادیم که حاوی هیموگلوبین است، اکسیژن به اون نصب میشه، ایره میره در انساج آزاد میکنه. در این عکس عین چیز ما نشان دادیم که کرویه سرخ خون اکسیژن میگیره، خون صاف میشه و می اکسیژن میبره به انساج و از انساج کربن دی اکساید پس میاره در شش و او از ششای ما اطرا میشه، خارج میشه. نوبت رسید به اصل موضوع که انیمیا یا کمخونی چی است. هر وقت که تعداد کرویات سرخ خون کم شود یا همو پروتینی که در بین کرویات سرخ خون است به نام هیموگلوبین همو مقدارش کم شود، او را ما میگیم انیمیا یا کمخونی. که در این اسم ما 4 تا برتان تهیه کردیم که میریم به او رجوع میکنیم. کمخونی چی است؟ کمخونی انیمیا مانایش ان یعنی بدون، ایمیا بدون خون، without blood. ای یک کلمه بسیار قدیمی یونانی است که اگر شما اینجا ببینید خون نشان دادیم که خون نرمال است و یا انیمیا که تعداد کرویات سرخ خون کم شده یا مو هیموگلوبینش مقدارش کم شده. به حالت نرمال 4.5 تا 5 میلیون کرویه سرخ خون در هر میکرو لیتر خون وجود داره. یا ماس هیموگلوبین همو پروتینی که در بین کرویات سرخ خون وجود داره در خانما در مردا فرق میکنه. در خانما 12 تا 16 گرام پر دیسی لیتر است، در مردها 13 تا 18 گرام پر دیسی لیتر است یا ولیوهای هماتوکریت در مرد و در زن. شاید سوال دیگه ای باشه که امی کمخونی چرا پیدا میشه؟ علت کمخونی سه چیز است. یکی که خونریزی ها، دوم اگر کرویات سرخ خون و مقدار نرمال تولید نشه یا کرویات سرخ خون تخریب شه. که در این قسمتم ما به شما 4 تا تهیه کردیم. بیاین کی را ببینیم. یام 3 علت مهم کمخونی ها. اول خونریزی ها که در اینجا ما به شما یک زخم معده را نشان دادیم که خونریزی کرده. در این قسمت گفتیم وقتی که تولید کرویات سرخ خون کم شود این نرمال است، این تولید کم شده. و در اینجا گفتیم که وقت کرویات سرخ خون تخریب شد در این قسمت. گفتم که علت اول کمخونی ها عبارتن
خونریزی هاست که این خونریزی ها در هر جایی که ما زیاد خونریزی کنیم این میتونه سبب کمخونی شه. کمخونی ها در خانما زیادتر دیده میشه. چرا؟ از خاطر خانما توسط عادت ماهواره خود خون ضایع میکنه در وقت زایمان و در پلوی ازیام در امراض ولادی نسایی یا خون ضایع میکنن. علت دیگه کمخونی یا خونریزی ها خونریزی های معده و روده است که در این قسمت ما به شما بازم تصاویر تهیه کردیم. در این عکس یا تصویر ما به شما جهاز هاضمه را نشان دادیم، معده، روده های خرد، روده های بزرگ. در این قسمت ما به شما یک زخم معده را نشان دادیم. در اینجا زخم معده خونریزی کرده که سبب کمخونی ها شده میتونه. در این قسمت ما به شما معده را نشان دادیم، اثنا عشر و یا زخم اثنا عشر. در این تصویر روده کلان است که این قسمت نرمال و این قسمت التهابی. وقتی که یک التهاب در روده پیدا شد که را میگن inflammatory bowel disease یا امراض التهابی روده یا میتونه خونریزی کنه و سبب کمخونی ها شد. یک یام است یک گروت یا پالپ که میتونه خونریزی کنه در این قسمت نشان داده شده. یام است سرطان روده میتونه خونریزی کنه. در این قسمت یکی پاوچ اگر شما ببینید یک هیسگک، ایره به نام دیورتیکولوم میگن. چندین دانه از ایره به نام دیورتیکولوزس میگن یا میتونه خونریزی کنه. یا مس هموروید یا بواسیر که میتونه خونریزی کنه و سبب کمخونی شه. علت دوم کمخونی ها گفتیم که اگر کرویات سرخ خون به صورت نرمال تولید نشه. شاید شما بگوین که چرا به صورت نرمال تولید نشه؟ یادتان است حجرات مادری به نام استمسا یا مواد خام کار دارن. باید پروتین باشه، آهن باشه، ویتامین B12، ویتامین B9، فولیت باشه و اریتروپویتین از گرده ترشح کنه، مغز استخوان تنبیه کنه تا این کرویات سرخ خون به وجود بیاد. اگر فقدان یکی از یام به وجود آمد یام سبب کمخونی ها میشه که ایرم ما به چارتا برتان نشان میدم. یام علت دوم کمخونی ها که وقتی که کرویات سرخ خون با یعنی تولیدش کم شد، این از نظر شکل و اندازه کرویات سرخ خون یا به چندین رقم تقسیم شده، یکی به نام مایکرو سیتیک هایپوکرومیک انیمیا یا دوم از کمخونی مایکرو سیتیک یا مگالوبلاستیک و دیگه کمخونی نورمو سیتیک نورمو کرومیک. از خاطر نرسا و از خاطر متعلمین طب ما هر کدام از یاره به شما دانه دانه تشریح میتم. یا مس کمخونی هایی که مایکرو سیتیک هایپوکرومیک انیمیا. در اینجا اگر شما یک عکس ببینین کرویات سرخ خون ببینین نرمال است. در اینجا ببینین هم تعدادش کم شده هم خودشان خردتر است، یعنی مایکرو سیتیک است خرد هستند. هایپوکرومیک یعنی رنگشون کم شده. این کمخونی ها از اثر فقدان آهن پیدا میشه، در سیدروبلاستیک انیمیا پیدا میشه که یک تکلیف یوتیلایزیشن آهن است و در تلسیمیا و سیکل سل انیمیا دیده میشه. هنوز هم هستیم علت دوم کمخونی که وقتی که کرویات سرخ خون تولیدش کم شد، در یام هست مکروسیتیک مگالوبلاستیک انیمیا. در اینجا اگه خون شما ببینین این نرمال است. در اینجا اگه ببینین کرویات سرخ خون اندازهش کلان شده، مکرو یعنی کلان، سیت یعنی حجره کلان شده، کمخونی که حجره کلان میشه، این علتش فقدان ویتامین B12 یا او رو میگن پرنشس انیمیا و فقدان فولیت است. هنوز هم هستیم وقتی که تولید کرویات سرخ خون کم شود، یک نوع دیگهش نورموکرومیک نورموسیتیک انیمیا. اگه اینجا شما حجرات ببینید، این حجرات هم شکلش هم اندازش نرمال است.
این نوع کمخونی در امراض مزمن پیدا میشه. و طور مثال وقتی که عدم کفایه گرده باشه، رتروپویتین تولید نمیشه، مغز و استخوان تنبیه نمیشه و این نوع کمخونی پیدا میشه. و همچنان در امراض مزمن جگر مرحله نهایی هایپوتایروید قده تایروید کار نکنه، او رو میگیم به نام مکزدیما. وقتی که عدم کفایه خود مغز و استخوان باشه و امراض خون و بالاخره تاکسین ها سم یا تاکسین ها به طور مثال تسمم همراه سر سبب ای کمخونی میشه. علت سیوم کمخونی را ما به شما گفته بودم که اگر کرویات سر خون تخریب شد، این را میگن به نام هیمولیتیک انیمیا. اگر اینجا شما کرویات سر خون ببینید، اینی نرمال است، اینی ها تخریب شده. وقتی که شکلای از یا از هم دیگه فرق داشته باشه، این به نام ان ایزوسایتوسیس میگن. وقتی که یک قسمتش فرگمنتد شده، جدا شده، این به نام شیستوسایتوسیس میگن. این نوع کمخونی در امراض آتو ایمیون دیده میشه. امراض آتو ایمیون چی است؟ با در این امراض همون سیستم معافیت ما یک نقصان پیدا میکنه و طور اشتباهی و امی دیسه دیگه مثلا یک کرویات سرخ خونه از بین میبره. یک تکلیف دیگه است به نام G6PD deficiency، یک انزایم است که در تمام حجرات وجود داره که موجودیت ازی در کرویات سرخ خون بسیار مهم است. کسایی که این deficiency را یا نقصان دارن، وقتی که دواهای سلفا را میگیرن یا فیو بینز میگن او را میگیرن، در نتیجه یا خونشان تخریب میشه. بالاخره دواها، میکروب ها، تاکسین ها، مواد کیمیایی همه میتونن این نوع کمخونی را به وجود بیارن. هموطنان و بیندگان بسیار محترم، با علت کمبود وقت من نمیتونم تمام این کمخونی ها را به شما تشریح کنم، اما میریم یک چند کمخونی که بسیار مهم است او را علتش میبینیم. یکی از کمخونی فقدان آهن که زیادترین کمخونی ها امین او هستن، در خانما زیاد دیده میشه. چرا؟ از خاطر که خانما به علت عادت ماوار خود و وقت زایمان و به اثر تکالیف ولادی نسایی خون زای میکنن. گروپ دیگه است به نام تلسیمیا که ایره میگن مدیترینین انیمیا. چرا؟ از خاطر که این کمخونی در منطقه مدیترانه زیاد دیده میشه. در این قسمت ما به شما یک چارت یک کردیم کیام از چارت ما. یا تلسیمیا یا مدیترینین انیمیا. در اینجا که شما ببینین کرویات خون که حاوی یک پروتین است به نام هیموگلوبین A که از دو زنجیر الفا دو زنجیر بیتا ساخته شده. وقتی که یک کمبودی در یکی از این زنجیرها پیدا شد، چی در الفا چی در بیتا، این نوع کمخونی پیدا میشه. این دو نوع داره، یکی تلسیمیای ماینر یا خرد یا کوچک و دیگر تلسیمیای میجر یا تلسیمیای بزرگ. که کسایی که تلسیمیای ماینر دارن میتونن حیات نرمال و سر ببرن. گروپ دیگه کمخونی ها به نام سیکل سل انیمیا. اگر شما ببینید این کروی سرخ است و این کروی سرخ خون که این مرض داره، یعنی سیکل سل است که شکل داسه داره. این تکلیف در افریقایی ها دیده میشه، در امریکایی های سیاپوست افریکن امریکنز دیده میشه، یک ناجوری ارسی است. در این چارت ما که من نشانتان دادیم کروی سرخ خون، کرویات سرخ خونی که سیکل داره. کرویات سرخ خون از هیموگلوبین A ساخته شده و اگر کدام تغییر دمی پلی پپتاید هیموگلوبین رخ بده و در نتیجه یک هیموگلوبین دیگه پیدا میشه به نام هیموگلوبین S. همین کرویات سرخ خون که هیموگلوبین S داره شکل داسه داشته میباشه. کرویات سرخ خون هر 3 ماه بعد در وجود ما نو میشه، یعنی نو تولید میشه، اما
میکرویات سرخ سیکل که هیموگلوبین S داره، شکل داس داره، یا تقریبا 16 روز زندگی میکنن یا بسیار سفت هستن، یعنی تغییر شکل داده نمیتونن. وقتی که در شرایط خرد میرن در اونجا بند میمانن و به مو عضو یا نسج خون نمیرسه و در نتیجه یک سیکل سل کرایسیس یا بحران سیکل سل پیدا میشه. این یک نوش است به نام سیکل سل ترایت که هیموگلوبین ای اس است، که انسانایی که تکلیف دارن حیات تقریبا نرمال دارن، اما سیکل سل انیمیا که هیموگلوبین اس اس است یک ناجوری، یک کمخونی خطرناک است. گروپ دیگه کمخونی ها به نام پرنشس انیمیا یا کمخونی های فقدان ویتامین بی 12. چرا این پرنشس میگن؟ پرنشس به معنای ددلی یا کشنده، یعنی اگه این ناجوری تداوی نشه انسان ها میمره. در این قسمت ما یک چارت بسیار خوب تهیه کردیم که این رو میریم ما و شما میبینیم. در این تصویر اگه شما ببینین، ما معده را نشان دادیم، روده های خورده نشان دادیم. وقتی که ما غذای حاوی ویتامین بی 12 را میگیریم، این میاد داخل معده. در معده ما حجرات وجود داره به نام پرایتال که نه تنها اسید معده را میسازن، بلکه یک فاکتور میسازن به نام انترنسیک فاکتور. این انترنسیک فاکتور، این اینجا مثلا بی 12 و ویتامین بی 12 ما به شما نشان دادیم، امی انترنسیک فاکتور به اون نصب میشه، او را مشایعت میکنه، میاد در قسمت سیوم اعمای خرد که الیم میگن در اونجا جذب میشه. یعنی اگر غذای ما ویتامین بی 12 نداشته باشه یا یک تکلیف میده داشته باشیم که انترنسیک فاکتور تولید نشه، یا امراض التهابی یا مالابزورپشن که یعنی غذا جذب نشه، یا تکلیف در روده باشه، یا عملیات های جراحی صورت گرفته باشه و اینمی بی 12 جذب نشه، سبب پرنیشس انیمیا یا انیمیای نوع فقدان ویتامین بی 12 پیدا میشه. یک کمخونی دیگه است به نام لید پویزنینگ یا تسمم همراه سرب. سرب در بسیاری رنگ های خانه یافت میشه که در این قسمتم ما به شما چهار تا تهیه کردیم. کیام است؟ چهار تا. قسمی که گفتم امی سرب در بسیاری رنگ های خانه استعمال میشه. در اینجا که شما ببینید رنگ ها پارچه پارچه شده. سرب و بسیاری رنگ های امی کاسه های سرامیک یوم استفاده میشه. اگر امی رنگ ها سامان های بازی اطفال به امی رنگ ها آلوده شه و این رنگ داخل وجود طفل شود، یک کمخونی به نام لید پویزنینگ پیدا میشه، یعنی تسمم امراه سرب، که در این کمخونی اطفال شکم درد و معده درد میشن، قبضیت داشته میباشن، در پولی ازی که کمخون میباشن یک التهابات عصبی محیطی یا پریفرال نوراپاتی داشته میباشن. شاید شما پرسان کنین که علائم کمخونی چی خواهد بود؟ کسایی که کمخون هستند رنگشان خاصف می باشه، رنگشان پریده می باشه، در پولیزی بسیار مانده، زله، خسته می باشن، چون مقدار خون کم میشه، قلب حرکتش زیاد میشه، یعنی کارش زیاد میشه، ضربان قلب زیاد میشه و حرکات قلب غیر منظم میشه. کسایی که خناق صدری دارن میتونن سرش حمله قلبی بیاد. اگر کمخونی تداوی نشه مریضا عدم کفایه قلب پیدا میکنن و در پولی ازی هم کسایی که کمخون هستن وقتی که استاد میشن سرچرخی برشان پیدا میشه، چون خون به اعضای حیاتی شفت میکنه، دستا و پایا اکثرا سرد میباشه و خنک میخوره و در انیمیای نوع پرنشس انیمیا که کمبود فقدان یا فقدان ویتامین بی 12 است، مریضا بعض تکالیف دیگه پیدا میکنن که او مموریشان یا حافظهشان خراب میشه
اختشاش روحی پیدا میشه، التهابات محیطی عصبی پیدا میشن که عبارتند از پریفرال نوراپاتیز میگن، که دستا و پایاشان یک بیهیسی و یک نمنس یا بیهیسی یا یک سوزنک زدن برشان پیدا میشن. از نظر انتلیکچوال، از نظر فکریام یا یعنی پرابلم پیدا میکنن. بیاین امی چند علامه کمخونی رو به تصاویر با هم بررسی کنیم. در یک اگر شما ببینید، یک دست نرمال است و یک دست یک انسان است که کمخون است، رنگ یعنی رنگش خاصف شده. در اینجا یک انسان نشان دادن، یک خانمه که سر کار خوش برده در وقت اوتو کردن، یعنی یک ماندگی، خستگی، زلگی برش بر انسان ها پیدا میشه. یا سپون نیل میگن یا ناخونا به شکل قاشق میشه که در کمخونی نوع فقدان آهن پیدا میشه. ایره میگن گلوسایتس یا التهاب زبان که در فقدان ویتامین بی 12 پیدا میشه. علائم خطر یا ریسک فاکتورز با کمخونی ها چی خواد بود؟ بیاین که بازم یک جدول دیگر ببینیم. عوامل خطر: اول، اگر در غذای ما پروتئین، آهن، ویتامین بی 12، فولت و مقدار کافی نباشه، این عامل خطر است. امراض روده چی از نظر جراحی باشه، چی امراض التهابی یا مالابزورپشن که یعنی غذا جذب نشه یا معامل خطر است. عادت معانی خانما خون زایی میکنن، پرگننسی وضع عمل عامل خطر است. امراض مزمن مثلا عدم کفایه گرده که ارتروپویتین تولید نمیشه یا سبب کمخونی میشه. امراض مزمن جگر، مکزیدیما، مرحله نهایی هایپوتایروید، غده تایروید کار نکنه و سرطان ها، همه یا عامل خطر هستند. تاریخچه فامیلی: اگر یک یا چندین نفر در یک فامیل تلسیمیا یا سیکل سل انیمیا داشته باشه، چانس اعضای دیگه اعضای فامیل که به این نوجوری مبتلا شده زیاد است. میکروب ها مخصوصا پرازیت ها، انواع مختلف کرم ها میتونه انسان ها را کمخون بسازه. امراض آتو ایمیون و مواد کیمیایی سمی میتونه نوع هیمولیتیک انیمیا را پیدا کنه، یعنی کرای سرخ خون را تخریب کنه. دواها به طور مثال نان استرویدال انتی انفلامیتری دراگز که عبارتند از دوای درد و دوای روماتیزم هستند، و به طور مثال ادویل یا ایبوپروفن یا موترن، الیف، همه از یا میتونه معده و روده را تخریش کنه، سبب خونریزی ها شوه، عامل خطر است. بالاخره الکل اگر به مقدار زیاد نوشیده شود، جذب ویتامین فولیت که ویتامین بی نو است، او را جذب شکم میکنه و سبب کمخونی میشه. بیندگان بسیار محترم، ما چطور کنیم که امی کمخونی ها نصیب ما نشه؟ باید کوشش کنیم که غذای صحی بخوریم، یعنی غذای بخوریم که در او غنی از پروتئین باشه، از آهن، ویتامین بی 12، ویتامین بی 9 باشه. که تصاویر در این قسمت ها ما باز بر شما تهیه کردیم که یام است تصاویر ما، یام غذاهایی که غنی از پروتئین هستند، پروتئین های نباتی که عبارتند از حبوبات، پروتئین های حیوانی که منشأ خوب ویتامین بی 12 و آهن است. یا منشأ بسیار خوب ویتامین بی 12 که لبنیات است. یا منشأ ویتامین بی 9 یا فولیت که در اینجا ما به شما نشان دادیم حبوبات، نانهای سبوسدار، میوه‌جات از قبیل لیمو، مالته، تمام سبزیجاتی که
لیف یعنی برگش یک رنگ سبز تیره داره یا غنی از فولیت یا ویتامین بی 12 است. یا مس غذایی که آهن زیاد داره، در اینجا ما به شما نشان دادیم جگره، مرغ، ماهی، سیریال و گوشت گاو. تمام سبزیجات که رنگش بسیار تیره سبز است، سبزی پالک یا آهن زیاد داره و یا حبوبات. چطور کمخونی ها تشخیص میشه؟ شما پیش دکتر مالشتان میرین، در اونجا دکتر اول یک چکاپ عمومی میکنه به شمول یک معاینه مقعدی و یا یک معاینه دیگه است به نام هیموکل تست یا گوایک تست است که ایره ما به شما آوردیم. این هم از هیموکل تست که ای خونریزی های بسیار خورده کوچکه که در روده و میده صورت گرفته باشه ای به ما نشان داده میتونه. یک معاینه دیگه میکنه، معاینه خون که را میگم کامپلیت بلاد کاونت، کوچی است کرویات سرخ خون، کرویات سفید خون، پلیتلت میبینن، یک متابولیک پنل میگن که در اونجا میبینن که مریضا مرض شکر نداشته باشه، وظایف گرده جگر نرمال باشه، تایروید نرمال باشه و کیمستری بادی را تحلیل و تجزیه میکنن که بردند از سودیم، پتاسیم، کلسیم، پروتین عمومی. و اگر بعد از او معاینات دیگه صورت میگیره که ما با چارت به شما نشان میدم. معاینه خون دیگه آهن میبینن، فراتن که ذخیره آهن در خون است، توتال ایرن بایندینگ کپسیتی مقدار B12، ویتامین B12، ویتامین فولیت در خون میبینن، رتک کاونت یک معاینه ادرار میشه، اگر اشتباه تلسیمیه بره هیموگلوبین الکتروفوریسیس میشه، اگر اشتباه هیمولیتیک انیمیا باشه کومز تست میشه که انواع مختلف داره. اگر مریضا سیکل سل تریت یا تلسیمیا ماینر داشته باشه باید از نظر ژنتیک یا یک کانسلینگ کنه تا نشوه که خدا نکده اولادایشان از او کمخونی های که خطرناک است که بارتند در سیکل سل انیمی است و تلسیمی میجر است نصیبشان شد. اگر تمامی معاینات صورت گرفت و علت کمخونی معلوم نشد، یک معاینه دیگه است به نام بون میرو اسپریشن ان بایوپسی که ما به شما نشان میتم. در این قسمت یک سوزن زخیم در مغز استخوان داخل میشه، از مغز استخوان مواد گرفته میشه و این زیر میکروسکوپ دیده میشه که تکلیف از چی قرار است. بالاخره رسیدیم در تداوی های کمخونی ها. باید علت کمخونی تداوی شه. اگر علت کمخونی خونریزی ها باشه باید دو توقف داده شه. اگر کمخونی علتش فقدان آهن باشه، ما میتونیم آهن از فرماسیا یا دواخانه بگیریم بدون نسخه، یکیش به نام فیوزال، یکیش به نام سلو افی که میتونیم روز یک یا دو دانه بگیریم و آهن ما میتونیم به نسخه بگیریم که یکیش به نام فرس سلفیت، یکی دیگه به نام فرس گلوکونیت که ای روز 325 میلیگرام روز 3 دفعه گرفته میشه. آهن میتونیم رقم پیچکاریان بتیم، اما یک ذره خطرناک است، بسیاری انسان ها در مقابل از او عکس العمل نشان میده. اگر کمخونی علتش ویتامین B12 باشه، اکثرا با ما باید مریضا را 100 میکروگرم پیچکاری کنیم اولا هر روز و پسانا ما یک دفعه تا که انسان ها زنده هستند. و اگر علت کمخونی فقدان فولیت باشه، فولیک اسید 1 میلیگرم داده میشه روزه. و اگر کمخونی ها علتش هیمولیتیک یعنی کرویات سرخ خون تخریب شوه یا علتش تلسیمیا میجر یا سیکل سل انیمیا باشه یا کمخونی های خطرناک هستن که این کار ما شما نیست و اکثرا این توسط متخصصین خون یا تداوی میشه. هموطنان و بیندگان بسیار محترم، یام بود پروگرام کمخونی ها.
امید است که این پروگرام به شما مفید بوده باشه و زیادترین کمخونی فقدان آهن است که یا در خانما زیاد دیده میشه. اگر شما علائم کمخونی رو به خود میبینین، لطفاً سل انگاری نکنین، برین دکتر مالش تانو ببینین. امروز تمام کمخونی ها قابل تداوی است. لطفاً مواظب جانتان باشین. امید است گپ کلانای ما یاد شما نره که میگن جانجوری پاچایی و جان نگاه کردن فرض است. ما در خاتمه همه شما عزیزانه به خداوند یکتا میسپارم. در هر جای که هستین با صحت و عافیت باشین و در خاتمه از شما مردم مهربان هم تمنا میکنم که کمک و مردم رنج دیده تانه فراموش نکنین. با امان خدا.